طرفدار دو آتیشه یه بازی گاداوار میدونی این ویدیو رو تا آخر نگاه کن، چون مطمئنم که سورپرایز میشی. پس به اپیزود جدید اتاق بازی مونه خوش اومدی. هفته پیش بود که خبری که همه ما منتظرش بودی بالاخره اومد. چهارشنبه شب بود که یهو از ناکجا آباد خبر آمد که گاداوار رگناراک آبان همین امسال روانی بازار میشه. مگه داریم خبر از این بهتر؟ این بازی علاوه بر پلی‌استیشن 5 روی پلی‌استیشن 4 هم عرضه میشه. اگه شما نسخه پلی‌استیشن 4 این بازی رو تهیه کنید، به طور رایگان نمیتونید اونو به نسخه پلی‌استیشن 5 بازی تغییر بدید و باید $10 ناقابل برای این آپدیت پول بدید. سونیه دیگه. بذاریم من یه نکته ای رو بگم. نمیدونم چرا یه صدایی توی سرم هست که میگه این بازی به خوبی نسخه 2018 نخواهد بود. نمیدونم چرا، ولی یه حس DLC طوری به این بازی دارم که البته امیدوارم این حسم کاملا هم اشتباه باشه. به هر حال حالا که تب گاداوار دوباره داغ شده، فکر کردم یه ویدیو بسازم و یک سری فکت ها در مورد این مجموعه بگم که احتمالا دو آتیشه ترین طرفدارهای بازی هم در موردش نشنیدن. پس بعد از لایک این ویدیو بریم سر وقت اصل ماجرا. تا حالا به این موضوع فکر کردید که منابع الهام بازی گاداوار از چیا بوده؟ منبع اصلی الهام بازی، بازی محبوب اونیماشا بوده. کارگردان بازی بعد از انجام این بازی تصمیم میگیره یه بازی مثل اونیماشا بسازه که به جای ژاپن توی یونان باستان جریان داشته باشه. اونا همچنین پازل های بازی رو، ایکو و اکشن های بازی رو از دیویل مکرای الهام گرفتن. خود وکیلی هم گاداوار از همه این بازی ها هم بهتر شده، نه؟ The gods of Olympus have abandoned me. یکی از خاص‌ترین فیچرهای بازی گاداوار 2018 پسر کریتوس بود که به این بازی اومده بود. مکانیکی که خدا وکیلی خیلی خوبم با فضای بازی مچ شده. اما اون چیزی که نمیدونستید اینه که این ایده قرار بود در اولین بازی گاداوار پیاده بشه. یه نگاهی به این عکسای اولیه بندازین. شما رو یاد بازی خاصی نمیندازه؟ بله، Dead Stranding. سازنده ها میخواستن یه بچه برای کریتوس تهیه کنن که اونو پشت خودش حمل کنه، که خب این ایده کنار گذاشته شد. خیلی ها فکر میکنن که کریتوس شخصیت تمام ساختگیه که اصلا توی اساطیر یونان نبوده، که ایده کاملا غلطه. کریتوس از خدایی به اسم کریتیسس الهام گرفته شده که خدای قدرت و خشونت هم محسوب میشه. حالا جالب‌تر اینه که کریتیسس یونان هم مثل کریتوس بازی خیلی خشن و بیرحمه. البته یک سری تغییرات ریز هم وجود داره. مثلا کریتیسس برخلاف کریتوس کاملا خداست و دورگه نیست. خب احتمالا نمیدونستیم، ولی بازی گاداوار در ژاپن و اروپا دچار سانسور شده. حالا فکر میکنید این سانسور شامل چه بخشی از بازی شده؟ در بازی اول یه قسمتی وجود داره که برای اینکه بتونید در بازی پیش روی کنید، باید یه انسان رو قربانی کنید. خب این صحنه خودش هم خیلی سنگدلانه است. برای همین هم این سرباز در نسخه ژاپنی و اروپایی بازی با یه هیولا جا به جا شده. حالا تو بازی ما این همه صحنه‌های خشن و ناجور داشتیم، این غربی ها هم رو چه چیزایی دست میذارن ها؟ ایستر اگ بعدی خیلی باحاله. خود من که در موردش خوندم مو به تنم سفید شد، چون تو همین الانشم کار میکنه. در آخرای بازی اول شما با این دوتا مجسمه روبرو میشید. حالا اگه برید و بعد از زدن کلی ضربه یکی از این مجسمه ها رو نابود کنید، بازی به شما یک کد میده. این کد در واقع یه شماره تلفنه. اگه این شماره رو بگیرید، فکر میکنید تلفن رو کی برمیداره؟ خود کریتوس. البته این صدای ضبط شده است. این شماره هم همین الان هم داره کار میکنه و میتونید امتحانش کنید. Together we shall conquer the perils that lay before us and we shall all... تا حرف از گاداوار میشه، همه میگن گاداوار 1, 2, 3، گاداوار 2018، گاداوار اسنشن، چین آف اولمپیوز یا گاداوار گوست آف اسپارتا. اما انگار اکثرا بازی گاداوار بیتریت رو فراموش کردن. گاداوار بیتریت یه بازی موبایلیه که به بعد از وقایع بازی اول میپردازه، یعنی جایی که خداها کریتوس رو به کشتن یه خدای دیگه متهم کردن و حالا کریتوس باید بیگناهی خودش رو ثابت کنه. شاید براتون جالب باشه که بدونید ریشه اختلافات بین خداها و کریتوس در واقع از این ماجرا نشأت گرفته که بعدها وسعت بیشتری هم پیدا کرده.
گادوار بدون شک یکی از تاثیرگذارترین بازی‌های صنعت گیم بوده و هست. همین موضوع باعث شده که ما کلی کپی از این بازی داشته باشیم. بعضی از این کپی ها مثل دانته اینفرنو بازی خوبی هستن و تونستن اون جذابیت بازی رو تا حدودی انتقال بدن. اما ما کلی بازی افتضاح هم داریم. مثل بازی تور. شما فقط به گرافیک و طراحی مراحل این بازی نگاه کنید. خودش گویای همه چیزه. اما بدون شک عجیب ترین کلون گاداوار سونیک آنلیشه. بله، این بازی به دو قسمت تقسیم میشه. قسمت اول که گیم پلی معمولی بازیه که خدایی هم خوبم هست و قسمت دوم که این افتضاحیه که دارید میبینید. خدایی واقعا جای تأسف داره، چون سونیک آنلیش بازی بدی نیست و اگه این قسمت های احمقانه به بازی اضافه نمیشد میتونست یه عنوان موفق باشه. بذار یه نکته در مورد بازی سوم بگم. در ابتدا قرار بود که سازنده ها مجموعه رو در بازی سوم تمام کنن، اما در ماه های آخر اونو تصمیمشون رو عوض کردن. اونایی که بازی سوم رو تمام کردن میدونن که در آخر بازی وقتی آتینا از کریتوس میخواد که قدرت امید رو به اون بده، کریتوس تصمیم میگیره خودش رو بکشه تا این قدرت به مردم برسه. بعد از پایان بندی بازی ما رد خونی میبینیم که از کوه سقوط کرده. طبق کتاب گاداوار اتفاقی که افتاده اینه. کیتوس به خاطر اینکه خدا شده نمیتونه خودش رو بکشه. اون تصمیم میگیره از یونان فرار کنه. اون برای اینکه گذشته خودش رو فراموش کنه تصمیم میگیره از شر بلید آف پیاس راحت بشه. اما این بلیدها با یه نفرینی به اون وصل هستن. بعد از کلی ماجراجویی اون به میدگارد میرسه و با همسرش آشنا میشه و فکر میکنم بقیه داستانم که خودتون دیگه میدونید چیه. بری که یه اشتباه خنده داره. زمانی که گادوار 2018 معرفی شد، به اشتباه اسم پسر کریتوس چارلی معرفی شد. یعنی رسانه‌ها در ابتدا فکر می‌کردن اسم این بچه چارلیه. این اتفاق به قدری خنده‌دار بود که سانتا مونیکا تصمیم گرفت اسم اون لاک‌پشت قولپیکر توی بازی رو چولی بذاره تا این اتفاق خنده‌دار همیشه یادشون بمونه. برای خیلی ها از جمله خود من سوال بوده که چرا صدای پیشه کریتوسی بازی گاداوار 2018 تغییر کرده؟ خب طبق مصاحبه صدای پیشه بازی در تمام گاداوارها اون فقط صدای کاراکتر رو در می آورده و برای موشن کپچر های بازی سونی از یه بازیگر دیگه استفاده می کرده. اما برای گاداوار 2018 سونی دنبال شخصی بوده که بتونه این دوتا کار رو با هم انجام بده تا نتیجه کار طبیعی تر و قشنگ تر از آب در بیاد. حالا که اینو گفتم بذارین یه نکته جالب دیگه هم بگم. رگناراک در ابتدا قرار بود سال 2021 بیاد، اما تا سال 2022 تأخیر خورد. خیلی ها فکر میکنن همگیر شدن بیماری که اسمشو میدونید علت این تأخیر بوده، اما طبق توییتی که بازیگر نقش کریتوس داشته، عمل جراحی که اون در سال 2019 روی کمر خودش داشته باعث به وجود اومدن این تأخیر شده. خب نظر شما چیه؟ خدا وکیلی چند تا از این فکتور رو میدونستین؟ حتما تو کامنت ها برام بنویسین.